جدیدن جوری شده که خواننده رو باید ببری لب میکروفون یه دور زنده بخونه، هرچی اوتوتیونه بشوره ببره پایین، تازه اون موقع تشخیص بدی طرف خواننده است یا نه. برادران دلال یه خورده توجه داشته باشن، یه خورده به فکر آبروی طرف باشن. قبل این که اینا رو بیارین رو استیج، ببرین یه کلاس موسیقی، یه دو دور سولفجی، صدا سازی، یه حرکتی، چیزی. فردا فیلم کنسرتش اینجوری میاد بیرون، آبرو ریزیش میمونه برای شما. آقای حمید عسکری از قدیم الایام تو فیلم آقای شادمهر عقیلی بود. حالا آقای شادمهر عقیلی جدیدن یه سری کارا رو داره زنده میخونه، آقای حمید عسکری هم شروع کرده به زنده خوندن. لامصب قبل اینکه فیلمش رو بذاری یه خورده زهر اون اوتوتیون رو بگیر که مثلا ما حس زنده خوندن بهمون دست بده. خودت که شاهدی چقدر دویدم، خیلی کارا باید میکردم نشد. واقعا نمیدونم چند درصد از خواننده های ما الان میتونن در حد یک دقیقه جوست بخونن. به نظر شما ما چند تا خواننده درست حسابی داریم؟ یعنی میتونن زنده اجرا کنن؟ واقعا یه سری پولا اصلا حلال نیست. این امین حسنی بیچاره آسه میرفت، آسه میومد که تنظیم کننده ملوداینش نکنه. وقتی که رفتی بارون نشسته روی چشام. امین حسنی جان داداش داری اشتباه میزنی، برو سراغ یه کار دیگه ای که استعدادشو داری. به حرف این تنظیم کننده ها گوش نکن. رفتنت مثل کابوس تلخه. بعد رادیو جوان یه جوری میگه، پخش انحصاری از رادیو جوان، انگار که داری چیپست میزنه واسه آیفون 14. یه نمونه از پخش های انحصاری رادیو جوان رو با هم ببینیم. هرچی شد انداختی تقصیر من داری به همه. طرف یه جوری تو کف بدن خودشه، انگار مسابقات انحصاری فیتنس رادیو جوان رو شرکت کرده. عزیزم یه دو بیت ترانه است میخوای اجرا کنی. انصافا به نظرتون بیشتر میاد که مسابقات فیتنس رو شرکت کرده باشه یا اومده ویدیو کلیپ درست کنه؟ اومده انقدر کردی تغییر، میدونی کم مثل دورم می. بی دین و ایمونا ملودی میدوزین به درک که میدوزین دیگه، چه کار به زبان فارسی دارین؟ فارسی خوندن انقدر برای شما دردناکه؟ خب برید به هر زبونی، هر کاری که میخواید انجام بدید و تو اون زبونی که دوست دارید و بهش علاقه دارید انجام بدید. البته مطمئنن اگه برید به زبانی غیر از فارسی بخونین دیگه خوانندگی و اینا تعطیل، نهایتش شما رو بذارن یه سیم میکروفونی چیزی اونجا جمع کنین. زبون فارسی به این شیرینی چشه؟ آقای فردوسی تونست زبان فارسی رو از حمله مغول نجات بده، ولی از دست شما خالی مغزها، مگه اینکه فقط خدا. جدن شما موافق اینجور خوندن هستین؟ اگه واقعا موافق این مشکلی ندارین دیگه بگیم، ما میخواد خودمون رو جر ندیم این وسط. کارت نمیگیره به خاطر زبان فارسی نیست، مشکل از جای دیگه است. بشنویم یه خورده قند و نبات از دهن وفایا رو، چون اکثر موزیکا کپی رایت داره دیگه، ما اینو گذاشتیم. اما افسوس تو رو خواستم دیگه دیره اما افسوس به نخواستم دلم آروم نمیگیره. آیا سیروان خسروی هم مهاجرت کرده؟ اینم شابلونشه به گفته خودش تو کنسرت ها، نشون به اون نشون که هیچ وقت دوست دارم زندگی رو ترک ششم نمیخونه. دونی که من الان مهاجرت کردم، ایران نیستم، این خودت را منم که دارم کنسرت رو اجرا میکنم. یه ماه پیش بود یه خبر اومد که مهاجرت کردن. چه بدونم والا، اگه همچین محتوایی رو دوست دارین لایک کنید، سابسکرایب کنید، تا یه ویدیو دیگه خدا نگهدار.